هستم در بخش دوم برنامه پنجم از دوره 11 برنامه های در غیر این صورت. در این برنامه بحث من در مورد دستاوردهای روحانیت شیعه هست در 4 دهه گذشته و عرصه های جدیدی رو که اینها مدعی هستند روحانیت شیعه در دوره جمهوری اسلامی در نوردیده. به برخی از این عرصه ها در بخش اول اشاره کردم، خدایی کردن و از اون طریق فروختن بهشت با اتکای به قدرتی که امروز روحانیت شیعه در ایران داره، مداخله امنیتی ها در امور اقتصادی، حبس منتقدان و کسانی که مشکلی حالا با مجموعه حکومت دارن از هر گروه، از هر دسته‌ای، حتی اینا میتونن از خودی های خودشون باشن، چپاول در کنار استعمار، سخن برخی از ائمه جمعه که مردم اگر در شرایط دشوار اقتصادی هستیم روزی یک وعده غذا بخورن، انسان حراسی و بالاخص عرصه هایی که اصولا کسی انتظارشو نداشت، حالا در مورد همجنسگراها، در مورد روشنفکران، بیدینان، اهل ادیان دیگه انتظار می‌رفت که روحانیون شیعه سرکوب کنند، اما در مورد مثلا افغانی‌ها کسی انتظار نداشت که روحانیون شیعه افغان‌ها رو مایه بست و اپیدمی بیماری‌ها در ایران بدونن یا همه افغان‌ها رو دزد و چپاولگر تلقی کنن. اینها دستاوردهای تازه‌ای است که روحانیت شیعه داشته و اینها خیلی قابل توجه است. اگر کسی بخواد کارنامه روحانیت شیعه رو در ایران بررسی کنه، اینها البته خودشون معتقد هستن که کشور رو روحانیت شیعه حفظ کرده. آقای جوادی آملی جایی گفته بود که اگر ایران امروز ایران هست به خاطر این که روحانیت شیعه بوده و کشور رو حفظ کرده، بدون روحانیت شیعه ایران از بین میره. اما خب ما اگر واقعا به کارنامه اینها نگاه بکنیم خواهیم دید که روحانیون شیعه در ایران چه دستاوردهایی داشتند. قلمرو دیگری که روحانیت شیعه در اون به شدت در طول 4 دهه گذشته فعال بوده، حیطه تبعیض هست. قریب به اتفاق فقهای شیعه و روحانیون ایرانی افراد غیر شیعه رو، حتی برخی از اونها سنی ها رو، نجس میدونن و این نجس دانستن رو فقط حالا در زمانی که قدرت نداشتن این نجس تلقی کردن. در واقع معنیش این بود که با اینها غذا نمیخورن، بر سر یک سفره نمیشینن، خونهشون نمیرن، اونها رو در واقع به یک تبدیل میکنن به یک جماعت متروک و منزوی، کسان غیر خودشون رو، یعنی جنبه بایکوت داشت. اما امروز روحانیون چون قدرت دارن، در واقع این تلقی نجس، دیگران رو نجس تلقی کردن، انسانهایی رو که مثل همه آدم ها هستن، اینها رو میگن نجسند، یعنی در ردیف سگ و خوک و بول و قائط و اینا هستن. این که بخشی از این دیدگاه ها کاملا دیدگاه های خطرناک و فاشیستی هست و اینا دارن با همین دیدگاه ها دارن جامعه ایران رو امروز اداره میکنن. اون تا خب متاسفانه هم جامعه از این دیدگاه ها خیلی آگاهی نداره و هم متاسفانه با اعمال اینها جامعه به رفتارهای زشت اینها عادت کرده. این مایه تأسف هست که این دیدگاه ها و این رفتارها در جامعه ایران تبدیل به عادت شده. با این دیدگاه ها افرادی رو که شهروند ایرانی هستن، اینها رو از کسب و کار محروم میکنن، از داشتن قبرستان محروم میکنن. رفتاری که روحانیون شیعه با بهاییان کردند در این 4 دهه واقعا رفتار تأسف باری هست و هر کسی که کوچکترین احساسات انسانی داشته باشه نمیتونه نظام جمهوری اسلامی، آپارتاید مذهبی رو که اینا درست کردن، نادیده بگیره. بر اساس فتوای نجس بودن بهائیان است که نیروی انتظامی بهائیان رو از فعالیت در کسب و کارهای معمول ممنوع کرده. یک اطلاعیه‌ای داره نیروی انتظامی در 4 بند در سال 86 این منتشر شده. این اطلاعیه رو شما اگر سرچ بدید میتونید به راحتی در اینترنت پیدا کنید. من از دوستان اتاق فرمان هم تقاضا میکنم که این اطلاعیه رو پیدا کنن و به نمایش بگذارن در صفحه تلویزیون. بخشی از این اطلاعیه رو براتون میخونم. این اطلاعیه میگه بهائیان نباید در جراید، نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت سازی، چاپخانه داری، چاپخانه داران،
نصرش هم عین نصر آقای جوادی آملی هست، یه جایی شغل رو میگه، یه جا صاحب شغل رو میگه. چاپخانه داران، گراورسازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران و کتاب فروشی، مسافرخانه داران، هتل داران، آموزشگاه های خیاطی، عکاسی، فیلمبرداری، گیم نت، رایانه و کافی نت مشغول به کار و فعالیت باشد. این رو معلوم است یک کسی که سواد دیپلم هم نداره این اطلاعیه رو برای نیروی انتظامی نوشته، چون فرماندهان نیروی انتظامی همه از همه دیپلم ردی هایی هستن که امروز به سردار و فلان شدن و صاحب میلیاردها تومان یا میلیاردها دلار پول شدند، مثل آقای اسماعیل احمدی مقدم که فرمانده نیروی انتظامی بود برای حدود 10 سال و کاری هم به کار رو نداشتن با فسادهاش، وقتی از کار برکنار شد تازه دارن بخشی از پرونده ایشون رو رسیدگی میکنن. در ادامه این اطلاعیه میگه از حضور آنها در تالارهای پذیرایی، رستوران و سلف سرویس ها، اغذیه فروشان و مواد غذایی، چلو کباب و چلو خورش، قهوه خانه، فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی فروشی و کافی شاپ جلوگیری شود. ببینید بهائیان در ایران به استخدام دولت که نمیتونن در بیان، دولتی که حدود 10 میلیون نفر نانخور داره، حالا چه بازنشسته، چه کارمند، چه کارکنان شرکت های دولتی، جز اون 10 میلیون نفر که نمیتونن باشن. در ایران 23 میلیون نفر شاغل وجود داره. بخش قابل توجهی از جمعیت ایران، یعنی از 67 میلیون جمعیتی که قابل کار هست، 23 میلیون نفرش کار میکنه، بقیه بدون کار کردن شغل وجود نداره که اینها کار کنن. میگن آمار بیکاری 10% هست، اما خب این دروغ بزرگ هست. در ایران حدود 40 میلیون نفر آماده کارن، ظرفیت کار دارن، اما کاری وجود نداره براشون. در این 10 میلیون کارکنان بخش عمومی که بهائیان نمیتونن حضور داشته باشن، اونا رو استخدام نمیکنن. در بخش خصوصی هم که خب همین شغلاست دیگه، یعنی مردم اگه بخوان زندگی کنن یا باید برن تو اغذیه فروشی کار کنن یا تو قهوه خونه باشن یا بستنی آب میوه بفروشن یا طلاسازی، ساعتسازی، گراورسازی، این فعالیت های معمول بخش خصوصی هست دیگه، بازار خدمات هست در ایران. در اینها هم اینها اطلاعی دارن که بهائیان در این زمینه ها نباید کار بکنن. بهانه هاشون هم حتی اونهایی که شغل دارن، مثلا یه بهایی هست لوله کشه، یه بهایی هست که کارهای خدماتی انجام میده، اونها هم مغازه هاشون رو در شهرهای مختلف با بهانه های واهی میبندن. در ساری در همین ماه خرداد 11 مغازه بهائیان بسته شده به علت اینکه اینها برای مناسبت های مذهبیشون مغازه هاشون رو تعطیل کردن. بهانه پیدا میکنن برای اینکه این بیچاره ها رو از نون خوردن بیاندازن، مجبورشون بکنن که از ایران برن. جمعیت بهایی، جمعیت یهودی، جمعیت مسیحی در ایران به صفر برسه. در ابتدای انقلاب اینها دقیقا مثل داعش عمل میکردن، میکشتن، از بین میبردن. چند صد بهایی، چند صد یهودی در همون سالهای اول انقلاب کشته شدن. ولی خب اخیرا سیاستهای موذیانه تر رو در پیش گرفتند برای حذف جمعیت بهایی در کشور، برای اصلا حذف هر گونه تکثر مذهبی، هر گونه تنوع فرهنگی در ایران. به همین سیاست ها، یعنی طرف رو وادار میکنن به اینکه بساطش رو جمع کنه و از کشور بره. اینها نمیتوانن در ایران تحت حکومت روحانیون زندگی کنن، مغازهای مردم رو پلم میکنن. این گونه تبعیض ها بر اهالی دیگر ادیان، سنی ها، یهودیان، مسیحیان، اونها هم اعمال شده، اینطور نیست که برای اونها اعمال نشده باشه، اما در مورد بهائیان سختگیری بیشتری رو از خودشون نشون میدن. حیطه دیگری که روحانیت شیعه درش به شدت فعال بوده بست تنفر هست، بست تنفر از گروه های سیاسی داخل کشور، گروه های قومی داخل کشور، گروه های جنسیتی داخل کشور و بالاخص تنفر نسبت به غرب. به صراحت آقای خامنه ای و بسیار دیگر از روحانیون غربیان رو وحشی میدونند. شما این سخن رو امروز اگر از یکی، اگر یک همچین سخنی از سوی یکی از مقامات غربی ابراز بشه که مثلا مسلمون ها وحشی هستن، این در بوق و کرنا خواهد رفت. اما وقتی که همچین سخنی گفته میشه، کسانی که کار جمهوری اسلامی رو در داخل یا در خارج کشور مالکشی میکنن، اینا این سخنان رو کنار میگذارن، مطرح نمیکنن. آقای خامنه‌ای به صراحت گفتن که غربی ها وحشی هستن.
تفکیک هم نمی کنه که رهبران غربی، نمیدونم رؤسای دولت های غربی، همه غربی ها رو اینها وحشی می دونن. اینها در واقع بست تنفر هست. در حد در یک جامعه سالم باید جلوی این سخنان گرفته بشه. اینا سخنان تنفر آمیز هست، باید اینها رو به دادگاه. اگر یک جامعه ایران یک جامعه عادی بود، باید آدمهایی که چنین توهین بهشون میشه باید برن و بتونن به اون دادگاه شکایت بکنن. آقای خامنه ای نمیتواند رهبر در چنین، یعنی اینا جرم محسوب میشه در یه جامعه ای که روالهای سالم و معقولی داشته باشه. اما خب رسانه‌های جمهوری اسلامی این بساط پخش و نشر تنفر رو از زبان روحانیون شیعه هر روز پهن کردن و دارن این کار رو انجام میدن. عرصه دیگر عرصه بددهانی و عرصه حتاکی است. روحانیون شیعه قبل از انقلاب تلاش میکرد برای اینکه جذب کنن تحصیل کرده ها رو، در زبانشون دقت بیشتری داشتن. اما در دوره جمهوری اسلامی چون قدرت در دستشون هست، نیازی احساس نمی کنن به اقشار تحصیل کرده، کاملا به بدترین زبانها اینها تمسک پیدا می کنن. مردم رو خر و گوساله و گاف نامگذاری می کنن. مردم رو حرفهای نسبت به دولتهای غربی، بدترین توهینها، بدترین سخنان نسبت به زن رئیس جمهور فرانسه، نسبت به نخست وزیر انگلیس، نسبت به رئیس جمهور امریکا، اینها بدترین حرفها رو میزنن. ولی خودشون انتظار دارن که کاملا با اونها با احترام برخورد بشه. این از طرفه های روزگار هست دیگه که اینها چنین حالتهایی رو دارند. و عرصه آخری که در این برنامه، چون فرصت کم هست، عرصه آخری رو که من در این برنامه بهش میپردازم، عرصه ارعاب و عرصه اعمال ترس هست. روحانیون شیعه قبل از اینکه قدرت رو به دست بگیرن، خب تلاششون بر این بود که چهره لطیفی از خودشون عرضه کنن و خودشون در مقام قربانی نشون میدادن، اینکه سخت زندگی میکنن، در حجره ها بهشون سخت میگذره، ریاضت میکشن و بعد هم چهره های خیلی اخلاقی و پاک و خدایی از خودشون به نمایش میگذاشتن. اما بعد از اینکه قدرت رو در دست گرفتن دیگه احساس نیاز نمی کنن. از تلویزیون جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای رو موسیقی های خاص میذاره، ایشون نشون میده که داره قدم میزنه و تلاش میکنه چهره نورانی با پروژکتورهایی که هست، چهره نورانی از آقای خامنه‌ای به نمایش بگذاره. اما وقتی اینها دهانشون رو باز میکنن، خیلی راحت از سیاست هاشون حرف میزنن دیگه. اخیراً آقای زیبایی نژاد، مدیر مرکز تحقیقات زن و خانواده در حوزه علمی قم، وقتی در مورد حجاب اجباری صحبت میکنه، خیلی روک روشن میگه که این رو ما، چون اینا میدونن که اکثریت مردم ایران با حجاب اجباری، با چادر مخالفن، نظرسنجی کردن. این رو نظرسنجی خود اینها که از زبان روحانیون همینا بیان شده نشون میده که اگر حالا در اوایل انقلاب تصور مثبتی نسبت به حجاب و چادر وجود داشت در اکثریت، امروز به تدریج از دهه 70 این کاهش پیدا کرده. بنا به گزارش خود اینها که معمولا این آمارا رو دستکاری میکنن، نگرش مثبت به حجاب به 31% رسیده در اول دهه 70، امروز هم میگن در حدود 20%. چون چیزی که شما بر مردم به زور اعمال کنید، طبعا مردم احساس خوبی نسبت بهش ندارن. اما خب این رو با زور و با ارعاب اعمال کردن در جامعه. آقای زیبایی نژاد میگه البته من معتقد نیستم که دولت به عرصه نیاید در این حیطه حجاب. معتقدم تا حدی باید ترس از تخلف در جامعه باشد، چرا که نباید متخلف حس کند کارش عادی است. گاهی هم شما قدرت ندارید اما وانمود میکنید که قدرت دارید. خود این ترس ایجاد میکند. فرض کنید اگر امروز همه زنها اراده کنند و لباس نامناسب بیرون بیاید، ممکن است زور حکومت به آنها نرسد. معلوم اینطور هست. اگر امروز مجموعه زنانی که به حجاب اعتقاد ندارند، چیزی در حدود مثلا 1 میلیون نفر، فرض کنیم 1 میلیون نفر هستند که تعدادشون بیشتر هم است، اگر اینها یک روز، اگر سازماندهی میتونست وجود داشته باشه، آزادی وجود داشت و اینها بیرون میومدن، داستان حجاب اجباری در ایران تموم میشد، به یک طنز مسخره تبدیل میشد. خب چرا نمیتونن بیرون بیان؟ به دلیل اینکه ترس، ارعاب وجود داره و اینها سازماندهی ندارن. کسی نمیتونه این برنامه رو سازمان بده و برای یک روز از همه زنهایی که حجاب ندارن بخواد، چون حکومت نمیتونه در یک روز 1 میلیون نفر رو بازداشت کنه.
ایشون در ادامه میگه ولی نزد تک تکشان که بروید میترسند. وقیح‌تر از این در ادامه میگه این ترس برای جامعه مفید است. اینا یه روحانی که رئیس در واقع تحقیقات زن و خانواده رو قرار هست که مبلغ اخلاق در جامعه ایران باشه، این آقای روحانی بیان میکنه، میگه این ترس برای جامعه مفیده و با همین ترس هم هست که اینها جامعه ایران رو در طول 4 دهه گذشته اداره کردند. و در واقع نشون میده که اگر مخالفان، اگر کسانی که با این حکومت مخالف هستن، با سیاست های حکومت مخالف هستن، اگر میخوان فشارشون کم بشه باید هماهنگی داشته باشن و با هماهنگی با این حکومت ها حکومت مخالفت کنن. اون وقت حکومت دستش بسته خواهد بود و نمیتونه کاری بکنه. اینها عرصه هایی بود، حالا برخی از عرصه هایی بود که روحانیت شیعه در طول 4 دهه گذشته در ایران در نوردیده. این عرصه ها ارعاب، تبعیض، تنفر، خشونت، بهشت فروشی، خدایی کردن و اموری از این قبیل بوده. ما دستاوردی در حیطه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، دستاورد مثبتی متاسفانه، چون قرار نیست که ما بددل باشیم. اگر روحانیت شیعه واقعا در ایران فقر رو کاهش داده بود، حالا علارغم اینکه آزادی‌ها رو سرکوب می‌کرد این امتیاز رو بهشون می‌دادیم، اگر روحانیت شیعه سطح اخلاق رو در جامعه ایران ارتقا داده بود در کنار فقر، در کنار که البته نمیشه، در کنار نه سرکوب آزادی ها که اونم باز نمیشه، فرض کنیم که چنین کاری کرده بودن، اعتبارش رو ما به اونها میدادیم. اما در ایران نه تنها فقر وجود داره بلکه تقلب و دروغ امروز در بالاترین سطحش وجود داره، خشونت و تنفر در بالاترین سطحش وجود داره و البته خب میتونه بیش از این هم افزایش پیدا کنه که اگر این سیاست ها همینطور ادامه پیدا کنه. در اینجا من خاتمه میدم به بخش دوم برنامه پنجم از دوره 11 برنامه در غیر این صورت که اختصاص داره به بحث در مورد روحانیت شیعه، تا هفته آینده که بحثی دیگر رو در همین حیطه در خدمتتون خواهم بود. روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.